نفس بزن بخوان. آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده کنه. سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟ علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. موضوع ما تقابل سقیفه با قدیر، و در دو هفته قبل که قسمت اول این بحث بود، این بحث رو به دو قسمت تقسیم کردیم. حالا برای اینکه باز کم کم آمادگی ذهنی ایجاد بشه و برگردیم به اون چه تا حالا گفته شده، اصل موضوع بحث تقابل سقیفه با قدیر. اگر فراموش نشده باشه، گفتیم ما نمیگیم تقابل قدیر با سقیفه، میگیم تقابل سقیفه با قدیر. معناش اینه که در اصل و طبق فرمان خدا چیزی به نام تقابل و دعوا و درگیری بنا نبود وجود داشته باشه. بنا بود قدیری بعد از پیغمبر اجرا بشه، دنیا هم با خیال راحت پیش بره و دنیا و آخرت مردم تأمین بشه. خیلی راحت، خیلی ساده. یکی پیدا شد به نام سقیفه، یکی سر بلند کرد به نام سقیفه و به دعوای قدیر اومد و به جنگ قدیر اومد و همه این سر و صداها رو اون را انداخت. قدیر نه با کسی دعوا داشت و نه سر و صدای اضافی میخواست را بیاندازه. طبق روال عادی اجرا میشد و همه چیز به احسن وجه پیش میرفت. پس نتیجه اینه که از همون اول که میخواییم صحبت رو شروع کنیم، حواسمون هست که چی داریم میگیم. میگیم تقابل سقیفه با قدیر. چون همیشه تو دنیا اینو بدونید که وقتی آدم یک ادعایی رو، یه بحثی رو مطرح میکنه، حتی از تابلوش مخاطب تأثیر میپذیره. از تابلوش مخاطب مدعی رو تشخیص میده که این خودش با خودش میدونه چند چنده اومده به دعوای ما، یا خودش هم نمیدونه چی داره میگه. ما برای اینکه همه کسانی که این بحث ما رو، چون شما فقط نیستین که این بحث هم توی کانال گذاشته میشه، هم چه بسا توسط خود شما به جاها و افراد دیگه ای منتقل میشه، باید همه بدونن که ما این حرفایی که داریم میگیم حتی رو کلمه هاش حساب میکنیم، رو چینش کلماتش هم حساب میکنیم، که همش بر مبنای دقیق اعتقادی ما باشه، بر مبنای ظریف اون چه که تو دلمون هست در مقام بحث و گفتن منعکسش میکنیم.
حالا اگه ما گفته بودیم تقابل قدیر با سقیفه، هم شاید کسی اصلا متوجه نمیشد که ما منظورمون مثلا با سقیفه گفتن اول فرق میکنه. اما ما میخواییم به همه متوجه کنیم که حواسمون جمعه، کلمه کلمه که داریم میگیم متوجه این که تأثیر گذاریش تو ذهن مخاطب چه اندازه دقیق میتونه باشه. بحث تقابل سقیفه با قدیر رو ما به دو قسمت تقسیم کردیم، یک کلیات، دو مباحث جزئی. منظورمون از این دو قسمت بحث چی بود؟ یکی این است که وقتی ما میگیم تقابل سقیفه با قدیر، تقابل یعنی دو تا چیز روبرو هم در بیان، اما این روبرو در اومدن صدها نوعه. ما اگه اول تو کلیات روشن نکنیم که این تقابل از کدوم رقم تقابله، به این راحتی از اون کلمات رد شدن و خب منظور اینه که یه دعوایی بینشون هست دیگه، این لایق بحث علمی نیست. برای اینکه تو کوچه بازار حالا یک کسی حرف میزنه زیاد وقت فکر کردن نداره، عیب نداره آدم میگه تقابلیست. اما وقتی ما الان داریم به عنوان یه بحث علمی، یه دوره علمی حرف داریم میزنیم و حرف داریم و میخوایم روشن کنیم، اول باید روشن کنیم که این تقابل کدوم تقابله. تقابل 100%، تقابل نسبیه. اگه تقابل 100%، چه فرقی میکنه با اینکه نسبی باشه؟ آثارش چیه؟ پس سر همین کلمه اول گیر میکنیم، وای میستیم، ترمز میکنیم، تا اینو کامل روشن نکرده وارد کلمه بعد نمیشیم. میگیم تقابل سقیفه. اصلا منظور از سقیفه چی هست؟ کی هست؟ کدوم دوره سقیفه؟ کدوم افراد؟ اون افراد چی شده که به مقابله قدیر اومدن؟ اینا کجا بودن و چه انگیزه‌ای پیدا کردن که پاشن بیان با قدیر جنگ و دعوا کنن؟ پس سر این کلمه دوم هم باید تو کلیات وایسیم، قشنگ روشن کنیم که این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم تقابل سقیفه با قدیر دقیقاً کیان و دقیقاً چیکار کردن و دقیقاً چرا این کارا رو کردن. مسئله بعدی تقابل سقیفه با قدیر، شاید خیلی واضحه، نه قدیر کلیش معلومه که ولایت امیرالمؤمنینه، اما وقتی شما مسئله تقابل سقیفه رو با قدیر میاری دقیقاً باید روشن کنی که منظور از این قدیر چیه، محتوای این قدیر چیه، تا معلوم بشه که این سقیفه به جنگ کدوم قدیر اومده، از کجای قدیر دردش گرفته که پاشده اومده به جنگ قدیر، چه چیزی از قدیر براش مهم بوده که میخواسته نابودش کنه که پاشده اومده به جنگ قدیر. یعنی اگر مفهوم قدیرم تو ذهن ما کلی باشه باز به درد این بحث نمیخوره، باید با جزئیات و ریزکاری روشن کنیم که منظور از قدیر دقیقاً چیه، که وقتی میخوایی اون رو مقصر کنی که تو آمدی به جنگ قدیر، دست بذاری رو موضع قدیر و بگی تو اومدی تک تک این موضعهای قدیر رو داغون کردی، خراب کردی، از بین بردی. پس اگه این سه تا کلمه تو بحث کلیاتی که قبلا داشتیم و با دقت سعی کردیم تمام این مواضع رو روشن کنیم روشن نشه، این بحث اصلا شروع کردن نداره و معنا نداره واردش بشیم. خب تا اینجا رو ما دیگه به عنوان بحث دفعه قبل حساب میکنیم و بحث کلیات در جلسه قبلی تمام شد. حالا میرسیم سر مباحث جزئی. مباحث جزئی کلمش خود خیلی مبهمه. اینو من ابتداءً در مقابل کلیات نوشتم که ذهنمون باشه، کلیات یعنی فضای بحث. اما الان میخواییم رو ریز مطالب صحبت کنیم. ریز مطالب یعنی چی؟ یعنی شما که میگی سقیفه به جنگ قدیر اومده، به مقابله با قدیر اومده، بشمر ببینم کجاها به مقابله قدیر اومده،
تک تک جزئیات مواردی که این تقابل اتفاق افتاده. به عنوان مثال آقا رسول الله با کفار قریش و مکه تقابل داشته، این تقابل 10 دفعه اتفاق افتاده. یه بارش اون زمانی بوده که حضرت تو مکه بوده، می اومدن اهانت میکردن، شکمبه شطور میریختن رو سر حضرت. خب این یک، این یه مدل تقابل، مثال دارم میزنم. زمانی که اون زمان اول گذشت و آقا رسول الله آمدن مدینه، اونجا یه بار جنگ بدر این مقابله رو نشون میده، یه بار جنگ احد این مقابله رو نشون میده، یه بار جنگ خندق نشون میده. ببینید هر کدوم اینا یه جور مقابله است، یه مدل اتفاق افتاده. حالا این مثال تمام شد. حرف سر اینه که این تقابل سقیفه با قدیر تو چه مواردی اتفاق افتاده و در چه موضوعاتی سقیفه به جنگ قدیر اومده. حالا این تک تک اینا رو ما میخواییم بیاریم بالا، تک تک اینا رو میخواییم نشون بدیم و روش صحبت کنیم. بنابراین من این عنوان دومو در مرحله اول با این کلمه نوشتم تا الان بتونم با یه عنوان جدیدی به عنوان موارد تقابل سقیفه با قدیر، یعنی الان بحث ما نشون دادن مواردی است که سقیفه به جنگ قدیر اومده. خب حالا بحث رو تازه میخوایم شروع کنیم، یعنی تا اینجا آمادگی و پختن اذهان بود برای آنچه که تا اینجا اومدیم و مراحلی رو که تا اینجا طی کردیم. اولین چیز از این موارد تقابل سقیفه با قدیر خدامحوریه. خب این کلمه رو یادداشت کردین، حالا ببینیم باز چون هم بحث علمیه هم دعوا سر جای ظریفیه. یعنی ما یه وقت میگیم آقا 2 نفر بر سر یه خونه دعوا دارن، خب یه وقت میگیم 2 نفر بر سر 100,000 تومان دعوا دارن، یه وقت میگیم 2 نفر بر سر یک زمین چندی میلیاردی دعوا دارن. خب طبعا این که این جزئیات این مطلب باید کشف شه که این سر چی بوده، از کجا بوده، چه اسنادی دارن، چه مدارکی طرفین دارن، باید وارد گود بشیم. سر 100,000 تومان که باشه آدم میگه نه وقتش هم نداریم، مثلا نمیخوایم مثلا بدونیم. اما وقتی مبلغ و عدد بالا باشه هم مدارک باید درست باشه، هم ادعا و انگیزه باید روشن بشه و هم اینکه تقابل قدیر و مقابلش و مقاومتش چجوری بوده. حالا ما این موارد چون موارد تقابل سقیفه با قدیره، اینو با یه دعوایی که سر 1,000 تومان تو خیابون کردیم فرق میذاریم. میگیم پس یه کسی اومده به جنگ کل کیان دین ما، اومده به اون چیزی که ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه بالولایه. خب پس خدا سنگ تمام گذاشته، یکی هم سنگ تمام به جنگ این چیزی گذاشته که خدا این پایه رو گذاشته. ما راحت نمیتونیم از کنارش رد بشیم، میاییم موارد رو تک تک میاریم بیرون، روش حرف میزنیم، دقت میکنیم که دعوا سر این بوده، نتیجه این تقابل این چیز اصلی رو از زندگی مردم بیرون کرده. پس هر وقت که یاد این مقابله کننده با قدیر میفتیم، در واقع یاد کسی میفتیم که آمده بود کل نه قدیر رو، کل حیات انسان رو نابود کنه، کل دار و ندار اون که خدا برای مردم خواسته بود از بین ببره. خب جا داره که خیلی ریز توش کار کنیم، جا داره که خیلی با دقت تمام مواردشو به پیگیری کنیم. اولین مورد خدا محوریه. من قبل از اینکه یادداشتی بنویسم یه توضیحی به شکل شفاهی بدم.
ببینید اصلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امثال این آیه هم تو قرآن پره، تو مزامین دعاها، تو مزامین کلمات ائمه معصومین، که اول و آخر چیزی که خدا از انسان میخواد اینه که نگاه کنه ببینه خدا چی میگه بگه چشم. هر جوری شما تو زندگی دور میزنی باید تکون خوردنات هم مطمئن باشی خدا راضیه، خدا اجازه داده، خدا امضا کرده. این اصلا مبنای دینداریه، مبنای خداپرستیه. یعنی فرق اونایی که خدا رو میپرستن با اونایی که نمیپرستن، فرق اونایی که متدینن با اونایی که نیستن سر چیه؟ سر همین یک کلمه است که آقا ما تو زندگیمون از صفر تا صد تا نفهمیم خدا اجازه داده دست به چیزی نمیزنیم، حرکت نمی کنیم، کاری انجام نمیدیم، حتی کار خوبم انجام نمیدیم. مگه بدونیم خدا به اون کار خوب راضیه؟ مگه بدونیم خدا اون کار خوبو امضا کرده؟ مگه بدونیم خدا اون کار خوبو اجازه داده؟ خب این حرف یه پایه اساسیه توی زندگی کسانی که موحدن، کسانی که خدا رو قبول دارن. طبعا ما اسم اینو میذاریم خدا محوری. یعنی چی؟ یعنی ما محورمون تو زندگی خداست. هر کاری خواستیم بکنیم اول نگاه میکنیم ببینیم خدا به این کار راضی هست یا نیست. نتیجهش اینه که فردا روزی هم باید جلوی خود خدا جواب بدیم. ما هر کاری الان انجام میدیم میدونیم که فوری ثبت میشه، یه جایی داره پشت شونمون نوشته میشه، یه روزی میذارن جلوی ما. اگه اون روز بناس یخه ما رو بگیرن، خب من همه الان باید بدونم اگه خدا راضیه میگم خدایا من تحقیق کردم دیدم تو راضی هستی این کار رو انجام دادم. اون روزم سینم سپره جلوی خدا آبرومند عرض میکنم خدایا من وظیفه‌مو انجام دادم، از شما جزای خیر میخوام، کوتاهی هم نکردم، رو همون درست رفتم، هیچم خجالت نداره، هیچم ناراحت شدن نداره، هیچم پررویی نیست اسمش، هیچ، ما کار درست انجام دادیم، سینمون هم سفره. اما اگه امروز خودت هم فهمیدی که این با امضای خدا بودنش برات ثابت نشد اما دلت خواست این کارو بکنی، فردا باید جواب بدی. خدا میگه من کی گفته بودم تو این کارو بکن؟ من کی اجازه داده بودم؟ سندشو بیار ببینم. رو چه سندی این کارو کردی؟ به حساب من نوشتی؟ به حساب من نمیتونی بنویسی؟ خب حالا وقتی به حساب من نبود، به اجازه من نبود، من حق دارم تو رو محاکمه کنم، چون من گفته بودم کاری که من اجازه ندادم حق نداری انجام بدی. حالا میاریم سر محاکمه ببینیم چه بلایی بعد سرت در بیاریم. پس خدا محوری و اینکه همه ی حرکات و سکنات ما باید بر محور خدا باشه یه اصل در اعتقادات دینی اسلام و موحدین و هر کسی که این راه رو قبول داره. خب سقیفه اومد چیکار کرد؟ سقیفه تو همون پایه اول، اولین چیزی رو که داغون کرد ریخ از تو دین اسلام گذاشت کنار، خدا محوری بود. یعنی قشنگ اون اصل و اون ذات و اون پایه یکتاپرستی و توحید رو از دست همه مردم گرفت و خیال همه مردم رو از اون راحت کرد که بابا خیالتون راحت باشه تو زندگی، اونی که لازم نیست خدا محوریه. اونی که آدم نباید جوششو بخوره، نباید سرش وایسه، نباید ترمز دستیو بکشه خداست. شما از هر کی خواستی تو دنیا بترس، از خدا نترس. جلوی هر نیرویی، هر پلیسی، هر بازدارنده‌ای خودتو نگه دار، جلو خدا خیالت راحت باشه هر غلطی دلت میخواد بکن. این پایه رو قدیر گذاشت برای اینکه جلوی خدا تکون نمیشه خورد. سقیفه اومد چنان اینو داغونش کرد و به همه یاد داد که خدا محوری کلو چنده، بندازش دور. اونی که ازش تو دنیا نباید بترسی خداست. از هر کی میترسی بترس، از خدا نترس. این یه پایه اساسی بود که
در این تقابل اتفاق افتاد. یعنی خدا محوری یکی از مواردی است که سقیفه با تقابلش با قدیر آمد اون پایه‌ای که قدیر گذاشته بود به عنوان خدا محوری شکست و داغون کرد، گذاشت کنار. مطلب کاملا روشن شد. حالا من یادداشتی بنویسم و ادامه بحث. یک، خدا محوری. پایه خدا محوری و اجازه پروردگار در همه حرکات شخصی و جمعی انسان ها پای بله توسط قدیر پایه‌گذاری و محکم شد. اما سقیفه آن را از میان برداشت. این تا اینجا. اما توضیح مطلب، سقیفه چجوری اینو برداشت و چه نتیجه‌ای باقی گذاشت؟ چجوری برداشت؟ خداوند توسط پیغمبر تو آخر عمر و بزنگاه عمر پیغمبر برای تا قیامت 12 امام معصوم رو به عنوان جانشین پیغمبر گذاشت. برای چی؟ برای چی گذاشت؟ برای اینکه ما افتخار کنیم بگیم که به به چه موجودات خوبی، اینا بزرگانمان. برای این گذاشت خدا. اونا که عالم بالا بودن، تو عالم نورانیت بودن، تمام انبیان بهشون افتخار کردن، سر حوائجشون هم اسم مبارکشون رو میبردن، حوائجشون رو میگرفتن، دیگه نیازی به قدیر نبود، دیگه دوباره برای مسلمان ها گفتن لازم نداشت. خود پیغمبر خلقت نورانی خودشون رو بارها تو عمرش برای اصحاب خودش گفته بود. پس این نیست که این 12 امامی که برای ما تعیین کردن برای این بود که ما بهشون افتخار کنیم، چون قبلا هم افتخار میکردیم، بعدا هم افتخار میکنیم و اونا عظمتشون هم به ما بند نیست، همچنان عظمت دارن. پس برای چی گذاشت؟ برای این که این بشر افسارش پاره نشه، بعد پیغمبر دو نگیره، جفتک نزنه، بره هر غلطی دلش میخواد بکنه. خدا گفت خیال نکنید من شما رو ویل میکنم. همونطوری که 124,000 پیغمبر رو سر تک تک بشر مسلط کردم و نذاشتم یه روزی باشه که اینا بگن مأمور خدا بالا سر ما نبود و ما این غلط رو کردیم، خدا یا یک کاش کسی بالا سر ما فرستادی، اونو من ادامه دادم. و تا روز قیامت این 12 نفر هم در بعد علمی و فکری و اعتقادی افسار شما رو دست گرفتن، نمیذارن گمراه بشید، هم در بعد اجرایی و عملی جامعه امام شما هستن و اونا باید امور جامعه رو اجرا کنن و عملی کنن و نگذارن توش خلاف خدا اتفاق بیفته و نگذارن راه غیر خدا تو اجتماع اجرا بشه. دیگه این بهتر هم میخواستیم؟ یعنی اگه بناباشه تو جامعه خدا محوری اجرا بشه چی کار باید کرد دیگه از این بهتر؟ خدا یه کسی رو که خودش در درجه 100 و در درجه اعلای پاکیه، یعنی در درجه اعلای خدا محوری خودش، یه همچین کسی رو لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در این حد که خدایا اینا بندگان تو هن، اما هر چی بگن انگار خودت داری میگی، هر دستوری میدن انگار خودت داری میگی، هر نهی بکنن انگار تو داری میگی نکن. به به، خدا ببین کیا رو انتخاب کرده برای ما. این عین خدا محوری. حالا خدا نفرموده که این ائمه معصومین
فقط در بعد علمی و اعتقادی به شما چیز یاد میدن، دیگه اجرای اجتماع رو بسپرید به دست هر کی که خودتون میخواهید. حتی این اندازه این افسار ما رو ول نکرده، گفته نه، ائمه معصومین هم در اون چه که باید یاد بگیرید مواظب شما، هم در مقام عملی اجتماع هم اینا باید امام باشن، اینا باید مجری باشن، اینا باید احکام خدا رو بین شما پیاده بکنن. یه چیزی باقی موند؟ یعنی خدا ما رو کتپیچ کرده محکم، تکون اضافه نمیشه خورد بر اساس قدیر. یعنی اگه قدیر رو بگیری، خدا محوری مطلقه، خدا محوری مولا درزش نمیره، خدا محوری راه فرار نداره. اگه قدیر اجرا میشد، اگه قدیر اونطور که خدا فرموده بود عملی میشد، اصلا راهی برای فرار از خدا محوری نبود، همه تو راه خدا حرکت میکردن. یه کسی یه سوزن کج میرفت میکشیدن میآوردنش داخل، یه کسی یه ذره میخواست برخلاف خدا کار کنه چنان تو سرش میزدن که حرف اضافه نزنه. خب این شکلی بود که قدیر درست کرد. سقیفه ما چیکار کرد؟ سقیفه گفت به جای اینکه ما فردایی بریم به جنگ علی که بالای منبر پیغمبر نشسته، همون که با پیغمبر هر رو درگیری داشتن، بهتر اینه که از ریشه بکنیم، اصلا نذاریم نوبت خدا محوری برسه که یه روز به جنگ خدا محوری بریم، اصلا خدا محوری نیاد پیدا نباشه که ما زحمت اینو بکشیم که بریم بگیم این خدا محوری رو باید یه جوری از بین ببریم، باید نابودش بکنیم. ما چیکار کرد؟ از همون اول نگذاش که قدیر بره اون بالای منبر و هم در بعد علمی و اعتقادی و فکری مردم راه نمایی کنه و خدا محور کنه، و هم در مقام اجرایی که دیگه همه چیزو دست گرفتن و علی ابن ابی طالب هم فرستادن گوشه خونه و گفتن اصلا حرف اضافه بزنی گردنتو میزنیم. خب این معناش چی شد؟ معناش این شد که بدون درد سر، بدون زحمت زیاد، از همون اول ریشه خدا محوری رو از اون ته دندونش کشیدن و جوری از اجتماع دور انداختن که صبح فردا که مردم بلند شدن اومدن تو خیابون، دیدن یه چیز تو اجتماع نیست و اون خداست. همه چی هست، همه جای زندگی سر جاشه، یه چیزی از زندگی همه کنده شده و اونم اسمش خداست. دیگه نماینده خدا پیداش نیست. باز تا دیروز پیغمبر بود، اذیتش هم که میکردیم باز بود، حرفش هم گوش نمیکردیم باز اونجا وایساده بود، اگه گوش نمیکردیم خودش پا میشد میومد میگفت این کارو نکنید، میومد جلوی ما رو میگرفت. اما الان اصلا نیست. اون جا جایی که باید یکی میشست مواظب همه بود، اون آقا دیگه بالای اون منبر نیست. پس لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، انگار خدا نیست. آقا رسول الله فرمود تو خواب دیدم میمونا از منبر من بالا میرفتن. معناش چیه؟ معناش اینه که منبر یه اقتضا و یه مفهومی داره. منبر رو میذارن تو مسجد، میذارن تو حسینیه، یه کسی هم به اسم خدا پیغمبر میره بالا، حرف خدا پیغمبر رو به مردم میگه. حالا خود شما یهو ببینی که میمون رفته بالای منبر نشسته، چه حالی میشی؟ میگی کلن دیگه حساب منبر تموم شد، اصلا خدا کلن پاک شد. یعنی چی مثلا میمون نشسته بالای منبر؟ اینو پیغمبر فرموده، من که نمیگم که مسخره که نمیخوام بکنم، خود پیغمبر فرموده. فرمودن یا رسول الله میمون، فرمود همین که خدا تو قرآن میفرماید شجره ملعونه، همینا هستن. شما الان باورتون نمیشه که من پیغمبر بالا منبرم، اما من به شما میگم یه روزی خواهید دید این میمون معاویه میشینه بالای منبر، این میمون امرؤاس میشینه بالای منبر، این میمونه که میشینه بالای منبر. خب اینو پیغمبر پیش بینی کرد. یعنی چی؟ این یعنی این که وقتی سقیفه آمد و او رو بالای منبر نشوند، مردم یه نگاه عاقلا در صفیحی کردن و یه خنده جانانه ای از ته جگر کردن و به هم دیگه گفتن خدا خلاصه، خدا تموم شد، دیگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید، ما که اصل مطلب رو گذاشتیم کنار،
دیگه فرع مطلب و هر چی میخواد پیش بیان دنبالش خودش پیش میاد. پس جنایتی که سقیفه در تقابل با قدیر کرده، اولیش و مهمترینش و مؤثرترینش محو خدامهوریه، محو این که ضابطه باید خدا باشه است. وقتی شما اصل نماینده خدا رو گذاشتی کنار، همه چیزو داری تابلو میکنی، همه رو جلوش تابلو گرفتی. مردم، شما تو ابوبکر رو بالای منبر میدیدی، اما معنای این تابلو این بود خدا تموم شد، خدا محوری تموم شد، تقید به حرف پروردگار خلاص شد. به همین معنا و به همین راحتی، به طوری که میگن که مردشور به گریه در میاد، چند نفر از افرادی که وارد مسجد شدن و ابوبکر رو بالای منبر دیدن، بغتتن و انتظار نداشتن، جوری شوکه شدن، حتی ابو سفیان، که گفتن بابا اگه هر هدفی شما داشتین، این سمبول یه چیزایی رو داره تو خاطر ما میاره، سوابق این دوتا آدم با پیغمبر خیلی حرفا رو تو ذهن ما آورد، اینا تا چند رو پیش میخواستن پیغمبر رو بکشن. این معناش چی میشه؟ یعنی قاتل خدا اومده نشسته بالای منبر خدا. قاتل پیغمبر یعنی قاتل خدا دیگه. مگه پیغمبر کی بود جز نماینده خدا بود؟ اینا مگه بالای کوه نمیخواستن پیغمبر رو بکشن؟ حالا چطور شد بین این همه آدم همین آدم اومد نشست بالای منبر پیغمبر؟ یعنی واقعا به این نباید فکر کرد؟ یعنی باید همینطوری ماسولی کنیم بریم جلو؟ پس خدا محوری رو از بین بردن. حالا از این کار دو تا نتیجه در اومد که این دو تا نتیجه رو عرض کنم. 5 دقیقه انشالله استراحت جلسه. یک، بله، برداشتن نماینده مستقیم خدا از اجتماع و با مخالفت در اصل دستور خدا، مخالفت با سایر دستورات الهی آسانتر می شود. این حرف یعنی چی؟ یعنی اگه بناس به دعوا به خدا بریم، رو در روی خدا وایسیم، جنگ خدا بریم، اگه یک کسی دیدی بعضی آدم های خلافکار وقتی بهش میگن مثلا این خلافو نکن، میگه من که گنده تر اینا رو کردم دیگه، این که چیزی نیست که، یعنی خودش میفهمه که آدم وقتی یک خلاف عظیمی رو کرد، حالا اگه مثلا یه دروغ داره میگه، میگه شما دروغ داری، من تا آسد آدم کشتم، حالا من میگه دروغ نگو، خودش میفهمه که چی کرده که این کار مقابلش چیزی نیست. ببین مردمی که صبح بلند میشن نگاه میکنن میبینن اولین مهمترین بالاترین دستور خدا رو مثل آب خوردن گذاشتن کنار دیگه، حالا این مردم پس فردا دروغ گفتن براشون چی حساب میشه؟ گناه حساب میشه؟ عرق خوردن گناه حساب میشه؟ زنا کردن گناه حساب میشه؟ خودش داره میفهمه که اون بزرگترین دستور خدا رو مثل آب خوردن گذاشت کنار. خب پس من که به جنگ خدا رفتم، من که حسابم پاکه، من که تو دشمنای خدا اسمم ثبت نام شده، چرا کیف نکنم؟ چرا تو بقیه چیزا مخالفت خدا نکنم؟ برای چی مقید خدا باشم؟ خدا به من میخنده، میگه تو اصل حرف منو گوش نکردی، حالا اومدی بر من نماز میخونی، حالا اومدی یادت افتاده که دروغ نگی، حالا یادت افتاده بر من روزه داری میگیری، تو اصل حرف منو گوش نکردی، حالا به خودت شکنجه میدی بین رکن و مقام، عمر نوح داری بر من وایسادی هی عبادت میکنی. نمیخوام. خودش میدونه که خدا نمیخواد، بنابراین خودش خسته نمیکنه. پس اولین نتیجه اینه که وقتی مردم با اصل دستور خدا مخالفت کردن، خود به خود توی دستورات فرعی خیلی راحت تر مثل آب خوردن مخالفت براشون عادی میشه. دو،
و نتیجه دوم این محو خدا محوری توسط سقیفه چیه؟ این است که اگر امام قدیر بالای منبر می نشست، تازه بنا بود به مردم بگه که این کارو بکن، این کارو نکن، این کار نصفش غلطه، نصف غلطش رو درست کن، چه در مقام اجرایی چه در مقام فکری. حالا که اون بالا نشسته، حالا که اجازه حرف زدن بهش نمیدن، خود به خود مردم اصلا خدا محوری رو یاد نمیگیرن. از کی باید یاد بگیرن؟ برن از ابوبکر یاد بگیرن، این که خود بابا عبداد خودش هم بلد نیست بنویسه. برن بهش بگن تو به ما خدا محوری یاد بده، میگه من اصلا نمیدونم خدا چجوریه، چجوری باید به خدا معتقد باشم تو محور خدا رو به شما بگم. طبیعیه ها. حالا برای اینکه گاهی مواقع مطلب خودش رو به جاش نشون میده، شما ببینید خدا محوری دیگه نماد قشنگش نمازه دیگه، عبادت خدا. آقا خلیفه مسلمین، آقا نماینده خلیفه مسلمین، یه کمی با دقت گوش کنید، من میخوام بگم خدا محوری به کجا رسید. پاشده انقدر آدم خوبیه که وقت نماز صبح از خوابش گذاشته، پاشده اومده تو مسجد کوفه که قطعه ای از قطعه های مقدس زمینه، پاشده تشریف آورده تو محراب. باریکلا، عجب نماینده خدایی، اول صبح مردم رو به نماز فرا میخونه، خودش هم جلوتر از همه میاد تو محراب نماز رو شروع میکنه. انقدر مست از شراب که شروع میکنه تو رکوعش ترانه میخونه، علق القلب الربابا بعدما شابت و شابا، شرم میکنم از گفتن این، نمیتونه از رکوع بلند شه، اون عرق خورده رو استفراغ میکنه تو محراب. این خاتمه خدا محوریه که تو قدیر سرش بریده شد، تمام شد. این عادی ها، یعنی ابوبکر بعد این کارو میکرد، عمر بعد این کارو میکرد، اما اونا خیلی زرنگتر این حرفا بودن، گذاشتن. اما بخوان یا نخوان عاقبت این کار همینه که شما میبینید. هشام ابن عبدالملک میگه اینجوری شراب خوردن به من مزه نمیده، یه استخر شراب درست میکنه با کله میره تو شنا میکنه، وسطش هم شراب میخوره. خلیفه مسلمین هم هست، از این خدا محوری در میاد خدایی، از این چه انتظاری باید داشت؟ واقعا انتظار همینی بود که این کرد، یعنی نشون داد که وقتی سقیفه‌ای به تقابل قدیر بیاد باید خلیفه بره تو استخر شراب، اگه نکنه معلوم اشتباه داره میکنه. اون راه معناش این بود، اما یه ذره دیر خودشو نشون داد. معاویه هم زرنگ بود، نذاش خیلی چیزا روشن بشه، اما این راه آخر گندش در اومد، آخر تهش اومد بیرون، آخر نشون داد که کار به کجا میرسه. پس مورد دوم این که وقتی امام قدیر و نماینده خدا وجود و حضور عملی نداشته باشد، مردم کسی را ندارند که از او خدا محوری را بیاموزند. خب اینم دو تا نتیجه این تقابل سقیفه با خدا محوری. یه 5 دقیقه البته آقای متفرق نشن برای اینکه دیگه خسته نشن از صدای من، یه 5 دقیقه اگه سوالی هم هست در خدمت، یه صلواتی بفرستید.